سلام و درود هموطنان عزیزم. ششم مهر 1402، 28 سپتامبر 2023. 218 روز از تحصن ما در مقابل وزارت خارجه بریتانیا گذشت. هر روز که میگذره ما قوی تر میشیم. هر شبی از این شبهای ظلمانی رو که پشت سر میگذاریم ما قوی تر و قوی تر میشیم. چون شما هستید. چون مبارزه شما ادامه داره. کف خیابونهای ایران. اینجا خواهیم ایستاد. محکم و استوار تا لحظه ای که سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره و ما قدمهای بعدی رو برای سرنگونی این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی برداریم. امروز همه به این نتیجه رسیدیم که در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران یک قدم بسیار واجب برای سرنگونی جمهوری اسلامیه و ما خواهیم ایستاد اینجا و هر هزینه ای رو میدیم تا این کار انجام بشه. دوستان، چند روز، دو روز بیشتر نداریم تا اولین سالگرد جمعه خونین زاهدان، هموطنان عزیز بلوچمون که در طول تمام این یک سال هر جمعه مشعل انقلاب زن، زندگی، آزادی رو در دست گرفتند و در خیابانهای زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان به حرکت در اومدن و صدای ایران شدند. امروز ما همه به این نتیجه رسیدیم که یک راه بیشتر نداریم و اون انقلابه. انقلاب برای آزادی ایران. انقلاب حقیقی اتفاقا. این انقلاب حقیقی است. این وظیفه ملی و میهنی ماست که صدای همدیگه باشیم. صدای هموطنان بلوچمون باشیم. صدای دیگر هموطنانمون باشیم. امروز همه ما رو فقط یک چیز به هم وصل کرده. و اون ایرانه. ایران. میدونیم که باید این میهن عزیز رو از چنگ اشغالگران بیرون بیاریم. این تنها راه ماست. و اتفاقا این مهمه که امروز بگم. برعکس تمام این چیزهایی که رژیم در بوق و کرنا میکنه برای اینکه روحیه مردم رو بگیره، امروز رهبران غربی و جهان هم به این نتیجه رسیده که این سیستم فشل، این سیستم ناکارآمد، این سیستم ظالم، این سیستم خونریز و فاسد دیگه قادر به ادامه نیست، نمیتونه ادامه بده. به ته خط رسیده جمهوری اسلامی، یک سیستم ناکارآمده. همه به این نتیجه رسیدن و دارن آماده میشند برای اون تغییر بزرگی که ایران آبستنش مدت هاست. به انرژی خشم مردم نگاه کنید، چگونه انباشته شده. همینطور که گفتم بارها و بارها، زمین ایران ورم کرده و آماده اون لحظه انفجاره. همه آمادن، بیشتر از همه خود دستاندرکاران رژیم. به ریزش ها در بدنه سپاه، بدنه بسیج و دیگر ارگان های رژیم نگاه کنید. همه و همه ما آماده ایم برای سرنگونی، برای یک تغییر بزرگ. مانند همیشه قسم یاد میکنیم. قسم به خون بهترین های ایران. قسم به خون یاران. محکم و استوار تا پای جان ایستاده ایم تا پایان. September 28, 2023, day 218 of our sit-in protest. After 72 days hunger struck and 2 weeks in hospital, we are still here in front of Foreign Office, stronger than day one, with same demands, same requests. We ask our government to place IRGC, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, where they belong to, on the list of terrorists organizations for safety and security to protect and preserve our British values of democracy. We ask our government to stop appeasing these terrorists and stand strong in front of them. We ask Mr. James Cleverly,
where are the effect of those sanctions that you are talking about always? Because whenever you ask, you've been asked by MPs in question times about our hunger strike, about our sit-in protest, about the position of UK government against IRGC, you responded, the priority for us is our national security, the safety and security of British nationals inside and outside of the country. And the other answer, you always have it ready for us, is we sanctioned IRGC in their entirety. So where are the effects of these sanctions when they are supplying Putin steel with killer drones, when they are receiving all these parts for the drones from European countries, when they are continuing as before with their terrorist activities? Where are the effects of your sanctions, Mr. James Clavin? Answer. So where is your priority when you says, when you said the priority for you is national security, when you said the priority for you is the safety and security of British nationals inside and outside of the country, when our Home Secretary a few weeks ago stated clearly and publicly the biggest threat against our national security is IRGC? So what have you done for this? What is clear for us? We will definitely proscribe this terrorist organization. But the matter of prescription is this. When are we going to do this? Are we going to proscribe them before something happened by their agents in here, in this country, and prevent that? Or we are going to wait for something to happen and then we act? I don't know about the answer of this question. But what I know, what I can assure, we will stay here strong and we will go nowhere until we take this necessary step here for safety and security. Thank you.